بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه تدریس دستور میرسیم به ما الان هرچی در مورد جمله باید بلد میبودیم و بلد شدیم. بریم سراغ جمله ساده که چه اجزایی داره. جمله ساده از دو جزء نهاد و گزاره درست میشه. نهاد و گزاره خیلی ابتدایی، منم بهش نمیپردازم. مهمترین جزء گزاره فعل است. هر چیز دیگه از این به بعد تو دستور وجود داره زیر سر فعله. بریم ببینیم فعل چی داره. اولا ما باید فعل رو درست تشخیص بدیم. بچه ها میگن آقا ما فعل رو بلدیم تشخیص بدیم. میگم نه، به این سادگی ها که فکر میکنی نیست. برای اینکه متوجه بشی به این سادگی ها هست یا نیست، به این چیزایی که می‌نویسن توجه کنی. من دیروز مطالعه کردم. خب من دیروز درس میخواندم. درست شد؟ یا من مادرم را دوست دارم. الان داستان من اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه کردم فعله یا کردم؟ درس میخواندم فعله یا میخواندم؟ دوست دارم فعله یا دارم؟ اینا رو نگردید. پس به همچه آسونیام نیست که ما فعله تشخیص بدیم. فعل که همیشه گفت نیست که. نگاه کن. فعل از نظر ساختمان دو جوره. یا فعل ساده است یا فعل مرکب. تا جله. خب حالا بگرد. بنابراین یا این دوتا با هم فعلن یا جدا جدا. توجه کنید. بریم جلو. فعل ساده اونیه که بن مضارعش یک جزئه. خب معلومه دیگه، رفت دیده بود خواهند خوان، رفت رو، دیده بود بین، خواهند خوان خان، یه جزء. من باز هنوز اینجا گیرم، نمیتونم تشخیص بدم. فعل مرکب بن مضارع آن دو جزء یا بیشتر، دوست داشتن، جا خوردن، بازم نمیتونم تشخیص بدم. خب یاد گرفتم، فهمیدم آقا، اینا رو که میدونستم. برو جلو ببینیم چی میگی. آقا کلن واژه‌ای رو بهش میگیم مرکب که نتونیم جزئی رو میان قسمت‌های اون اضافه کنیم. بذار اینو برات با یه مثال بگم که دیگه همیشه یاد بمونه. تو با دوستت سوار مترو میشید. وقتی شما دوتا با هم دیگه سوار مترو میشید و روی دوتا صندلی میشینی، وقتی یه آدم غریبه‌ای میخواد بیاد بین شما دوتا بشینه، شما بهش اجازه نمیدید. میگه آقا ما دوتا با همه، میشه اینور بشینی؟ چرا اجازه نمیدید؟ چون شما دوتا با همید. این مثال تو ذهنت باشه. کلن واژه‌ای مرکب است که اجازه نده بین قسمتاش چیزی بشه. یعنی چی؟ یعنی این، نگاه کن، یعنی اگر من میخوام ببینم مطالعه کردم یا درس میخواندم یا دوست دارم فعل من هست یا نیست، یا اینا فعلاش مرکبند یا کدوم قسمتش فعل هست یا نیست، از این چیزا خواستم ببینم، باید ببینم آیا میتونم مطالعه را از کرد جدا بکنم یا نه. اگه این دوتا با هم رفیق باشن اجازه نمیدن ما بینشون بریم. اگه درس با میخواندم رفیق باشن، با هم باشن، اجازه نمیدن شما بری بینشون بشینی. اگه دوست با دارم اجازه بده، با هم باشن، اجازه نمیده شما این وسط بری. ولی وقتی اجازه دادن یعنی با هم نیست. شد؟ چی بذاریم بینشون؟ هرچی دلمون خواست. چی بذاریم؟ نشانه جمع، یه نکره، تر، ترین، را، صفت مضاف الیه، اینا رو اضافه کن. یعنی چی؟ یعنی من دیروز مطالعه ها کردم، من دیروز مطالعه را کردم، من دیروز مطالعه تر کردم، ترین کردم، نه
من دیروز مطالعه کاملی کردم. شد. پس کامل و اجازه داد بینشون بشینه. وقتی اجازه داد پس فعل من کردمه. یعنی فعل من ساده است. یعنی مطالعه مفعوله. حالا شما در مورد درس خواندن بگید. من دیروز درس ها خواندم، درس را خواندم، درس زیادی خواندم. بله به راحتی جدا شد. پس فعلم میخواندمه. پس فعلم ساده است. پس درس چیه؟ مفعول. اما من مادرم را دوست ها دارم، دوست را دارم، دوست تر دارم، دوست خوبی دارم. مادرم را دوست خوبی دارم، مادرم را دوست خود دارم. هیچی نمیتونی بهشون اضافه بکنی، چون نمیتونی اضافه کنی فعلش میشه دوست میدارم و فعل مرکبه. بنابراین وقتی دو تا قسمت رو با هم دیگه گرفتی، اگر خواستی ببین اینا با هم فعلن یا جدا، ببین چیزی میشه بینشون اضافه کرد یا توجه کن. فعلا از نظر ساختمان دو جورن، یا سادن بن مضارعش یک جز داره یا مرکبن بن مضارعشون دو جزه. واژه مرکب نمیذاره که کسی بینشون بشینه. چی؟ نشانه جمع، نکره، تر و ترین، صفت مضاف فعلن. مثال نگاه داشت یعنی نگهداری، یعنی کیپ. خب روی دادن، جا خوردن، گوش کردن. برید دونه دونه بذارید. نگاه ها داشت، نگاهی داشت، نگاه تر داشت، نگاه را داشت، نگاه خوبی داشت. آره آقا نگاه خوبی داشت میشه، او به من نگاه خوبی داشت. میگم نگهداریه. آه نمیشه. نگاه من داشت نمیشه. به همین ترتیب همش رو چک میکنیم. هیچ کدوم این اتفاق بینشون نمیافته. اینا فعلای مرکب. آقا فعل بعدی نگاه کن. نگاه کرد، نگاه تندی کرد. امیدوار نمود، امیدوار تر نمود. درس خواند، درس را خواند. چون تونستیم بینشون اضافه بکنیم پس اینا میشن فعلای ساده. این قسمت خیلی قسمت ساده‌ای بود، ولی در این حال به شدت مهم. اگر این بخش اول رو درست تشخیص ندیم، مثل یه خونه میمونه که سنگ اولش رو درست نذاشتی. مثلا به تو میگه اجزای این جمله رو پیدا بکن. خب من فعل درست تشخیص ندادم. وقتی فعل درست تشخیص ندادم، وقتی بهم بگه مفعول پیدا بکن، مثلا نگاه کردن، نگاه تندی کرد، نگاه مفعول اینجا. بعد من چون نگاه کردن رو فعل میگیرم، میرم یه مفعول یه چیز دیگه پیدا میکنم. امیدوار نمود، امیدوارتر نمود، مسند امیدوار. اگه من این دو تا رو با هم بگیرم، میرم یه چیز دیگه پیدا میکنم. به همین ترتیب درس خواندن. این مبحث خیلی مبحث ما. خب عرضم به محضر شریف شما این که یه مبحث خیلی چیز ساده‌ای که از بچگی به ما میگفتن و متاسفانه هنوزم همت نکردیم، دلمون نمیخواسته یاد بگیریم، خیلی برامون مهم نبوده. و اون چیه؟ اون که انواع فعل ماضی زمان هاست. بن ماضی چجوری درست میشه؟ مصدریه که نون ابتداییشو برمیداریم، بهش میگیم بن ماضی. خب رفتن رفت، گفتن گفت، خوردن خورد، دیدن دید. ماضی ها رو به دو گروه تقسیم میکنیم. گروه اول ماضی ساده، استمراری، مستمر. همشون سه دارن شبیه هم. ساده، استمراری، مستمر. ماضی ساده بن ماضی به زمه شناسه است. رفتم، رفتی، رفتی صورت قدیمی داره که برفتم. ماضی استمراری عملی رو با تکرار در گذشته نشون میده. می رفتم، می رفتی. این به شکلهای قدیمی همی رفتم و رفتمی و برفتمی هم هست. ماضی مستمر یا در جریان میشه داشتم میرفتم، داشتی میرفتی، داشت میرفت که فلانی اومد. معمولا با هم. خب این ستا با هم، ساده مستمر استمراری، ساده استمراری مستمر، یاد گرفتیم؟ ستای بعدی براش بن ماضی رو به اضافه هم میکنیم صفت مفعولی باید بسازیم. صفت مفعولی چیه؟ دیده، گرفته، پوشیده، خوانده، خورده، رفته، آمده. این صفت مفعولی. صفت مفعولی ماضی نقلی بعید التزامی، هیچ کدوم سه ندارن توشون. نگاه کن، نقلی رفته، ام رفته، ای رفته، از
بعید همه بچه های جهان نمیدونم چرا بعید و بلدن، بعید آسونه، رفته بودم رفته بودی رفته بود. خب آقا اینی که بلدی، التزامی با شک رفته باشم رفته باشی رفته باشی، نقلی هم که عم داره. خب حالا میخوام اینا رو یاد بگیرم. اون سه ها میدارن استمراری مستمر میرفتم داشتم میرفتم، بعیدم که بلدی. اونایی که صفت مفعولی رفته ام نقلی، رفته باشم شاید رفته باشم، ای کاش رفته باشم، میشه التزام. خب این انواع ماست. سوالی نیست، شما که نیستید بتونید سوال بپرسید، عادت منه که بپرسم سوالی هست سوالی نیست. انواع مضارع، فعل امر منهای به میشه بنو مضارع، برو رو، ببین بین، بپوش پوش، بخواه خواه. سه تا مضارع بیشتر داریم. مضارع اخباری، مضارعی که قطعیه، می روم، می روی، می رود، مثل چنانی که ماضی بود مضارعش هم همی میگیره، همی روم. مضارع التزامی، شک، بروم، بروی، بپوشم، نپوشم. مضارع مستمر یا در جریان میگم دارم میروم، داشتم، دارم. تموم شد، خیلی ساده. مستقبل یا آینده هم که خدا رو شکر همه بلدیم، خواهم رفت، خواهی رفت، خواهد رفت. خب چند تا نکته در مورد اینا خدمت شما بگم در مورد زمان فعل و بحث امروز هم تموم بکنم. یک، فعل منفی رو اول مثبت کن بعد زمانش رو پیدا بکن. یعنی وقتی میگه نمیروم، این همون میرومه، میشه اخبار. درست شد؟ نکته ای، نکته دو، فعل است، هست، نیست، اینا رو مضارع اخباری در نظر میگیریم، قرار داده بایی که قیافشون شبیه ماضی دیگه. چی؟ خب آقا اگه فعلی به شکل رود به ما داد، رود، خب از کجا بدونم این میرووده یا برووده؟ از کجا بدونم؟ میگم اگر قطعی بود، یقینی بود، خبری بود، میشه اخباری. اما اگر با شک بود یا آرزو بود یا امر بود، میشه التزام. روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم، یعنی میرم. اگر روی، سلام من بدان مهربان رسان. روی یعنی اگر رفتی، اگه رفتی. این هم یه نکته حواستون باشه. آقا می خرید، اگه بگم شما می خرید یه زمان میشه، اگه بگم او می خرید یه زمان میشه. بناست به چی بابا؟ بناست به این که تو جمله چجوری اومده باشه. در مورد زمان فعل به این نکته توجه بکنید. زمان فعل چیزی نیست که شما رو خیلی اذیت بکنه. الان تو این فیلم ما فعل رو باش آشنا شدیم، فعل رو چجوری پیدا بکنیم و زمان فعل چگونه است. در بخش‌های بعدی من چیزهای دیگه‌ای رو در مورد فعل خدمت شما خواهم گفت. در پناه خدا باشید.